و پدر من باغبان است. آمین. خب درست که داره اشاره میکنه به قوم اسرائیل، داره اشاره میکنه از نسل داوود عیسی مسیح داره میاد، اما میدونیم که تا که حقیقی منظور اون انگوری هستش که دور از تاکستان هست، که اون تاکستان میتونه آفت خورده شده باشه، میتونه اون تاکستان آتیش گرفته باشه. پس باغبان ها یه تاکستان معمولا تاک هایی رو، انگورهایی رو دور از اونها نگه میشن و نزدیک خانه خودشون هم نگه میشن که مواظبت کنن برای روزی که تاکستان آتیش گرفت و یه آفت زد، از اون تاک استفاده کنن، پیوند بزنن. و ما آفت خوردیم، ما از بین رفتیم، از خود باغ عدن چی میشه که ما آسیب خوردیم. وقتی ما آسیب خوردیم، این شرط برای ما ایجاد شد، این مسیح بود که قدم گذاشت، اون تاک سالم رو تیکه تیکش میکنه باقی میرسید. ولی اون تاکی که تاکایی که مقصر بودن، اونها نه تیکه تیکه نمیشن، اونها یه قسمت چون حرس میشه تا اون تاکی که سالم هست پیدا کنه. در اصل اون تاک قربانی برگه تاکا میشه. عیسی مسیح داره اینو میگه، روح خدا، روح القدس با روح گناه من که بعد که مسیح مان میارم شسته میشه، پاک میشه، حرس میشه، پیدا و من به اون یکی کنم میشه. از این پس مسیح میگه من تاک حقیقی هستم. پس بدونید شما روح القدس رو یافتید، دنیا رو نچسبید. حیفه مسیح قربانی شد، روحش رو برای ما داد، ما همه نگاه نگیه مسئله دنیا نیاز ها هست، حاجت ها هست، میفهم قابل درک. اما تمام فوکوسمون رو گذاشتن این رو بدونیم، برکت بزرگی را از دست خواهیم داد و اون روح خدا هستش.